درود بر شما. سیوم اردیبهشت ماه 1401 خورشیدی و 20 می 2021 میلادی 2022 میلادی ببخشید. امشب در صفحه آخر به افشای پشت پرده حمایت از فساد سیستم بانکی در قوه قضاییه و در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی میپردازیم. پرده آخر هم خواهیم داشت به روال معمول هر برنامه آخر برنامه. هفته پیش از ویدیوهای گفتم مربوط به امیر شیخ الاسلام و هادی رضوی و غیره در هتل ویستریای دربند تهران که توش قاچاق دارو میکنن و شده محلی برای فرستادن دخترای بدبخت 14-15 ساله به دبی. این ویدیویی که الان میبینین سجاد قاسمی رئیس حراست بنیاد شهید داره با هادی رضوی دوماد محمد شریعت مداری وزیر سمت دولت روحانی صنعت معدن تجارت و صحبت میکنه و امیر شیخ الاسلام این ویدیو رو در واقع گرفته و از طریق واسطه هم به دست ما رسید. اینا نشستن به ودکا خوری، ودکا و نمیدونم این نوشابجات انرژیزا اینا روی میز میبینین الان دیگه گپ زدن سر زمینایی که میخوان یا مالخر کنن یا چه میدونم. سند تکبر 4 هکتار ولی تو داشت چیزش جیه جی گردشگری. نه اینا رو چرا رو نکردن؟ چون فکر کردم که این طرحی که تو داری میشه جوجودو من دارم میگم اگر اینا گفتن نه دیگه با سخته نه بیا آقا اینم تنگش تش اینه میفهمم من چی نمیتونی بری بگی آقا من این ملک رو میخوام. خب میگه ضمانتت چی؟ من هم بد امکان سعی کردم با اعتراضات لابی ها با سفته نگرده نمیشه یه درصد داداش توی این توی این بنزاری که سرمی تو سفته میگیرن از ما. آقای پالیزدار گفته بودن که این یکی اتاقای یعنی دفتر کار مثلا یکی اتاقای دفتر کار امیر شیخ الاسلام تو هتل ویستریای دربند تهران بود. این تیکه ای که دیدین آقای پالیزدار گفته بودن که یکی از شگردای امیر شیخ الاسلام این است که از آدمای مختلف مخصوصا آدمای سرشناس یا مسئولین و اینا قضات وکلا میره سر میز عرق یا با این دختر اون وضع خصوصی فیلم میگیره دور همه خصوصیشون فیلم میگیره تا بتونه هر وقت بخواد ازشون بچاپه یا ازشون مثلا استفاده کنه تو کاری که داره پیش میبره کاری که همیشه مافیا میکنه دیگه. من حالا یه تیکه ببینیم فکر میکنم هادی رضوی اینجا فهمیده که داره شیخ الاسلام فیلم میگیره ازشون. هادی داداش هادی حرف منو گوش کن. خب حالا فیلم های دیگه هم داریم از چیزهای دیگه که نمیدونم اگر یک زمانی چه میدونم شاید پخش کنیم شاید هم کارمون نیاد اصلا پخش نکنیم چیکار داریم به زندگی خصوصی آدم. باری در خدمت آقای عباس پالیزدار هستیم دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه. آقای پالیزدار سپاسگزارم که باز دعوت ما رو پذیرفتین برای شرکت توی این برنامه. امیدوارم بتونیم جمع جور بکنیم این بحثایی که در چند جلسه قبل داشتیم البته با یک تنفس که هفته گذشته بود و بذاریم اول سوال نخستم رو بکنم ازتون. آقای هادی رضوی در دادگاه ویژه اقتصادی مربوط به بانک سرمایه به 20 سال حبس محکوم شد درست عرض میکنم دیگه؟ بله بله. اینجا چیکار میکنه که داره سر حسابهای بانکی و سفته و خرید و فروش ملک صحبت میکنه با رئیس حراست بنیاد شهید که حالا بعدا یه نکته هایی رو من دربارش میگم و بفرمایید خواهش میکنم. عرصبت خدمتون که من قبل از اینکه به پاسخ بدم به سوال حضرتالی یه نکته ای رو حالا یه جوری اصلاح بکنم که بعدا دردسری درست نشه. این که سجاد قاسمی تو این تصویر که داره سوال میکنه و هادی رضوی صحبت میکنه نیست، ایشون فردیه به نام سعید خطیب پور و سعید خطیب پور هم کسیه که در واقع این امیر شیخ الاسلام رو وارد عرصه اقتصادی کرد
و روزنامه رسمی هاش اینا رو موجود در اختیار داریم که اصلا ایشون رو وارد شرکت های مختلفش کرد و با کار اقتصادی رو تو حوزه ملک با ایشون آغاز کرد. ایشون این آقای سعید خطیب‌پور با لباس روحانیت هم در برخی از در واقع مجالس و محافل حضور پیدا میکنه و باری هم به عنوان جعل عنوان گرفتنش بازداشت کردن، ولی خب دیگه کسی که آلوده میشه ادامه میده مسیرش، حالا شکلش نهایتا عوض میکنه. ببینید سعید خطیب‌پور الان کجاست؟ سعید خطیب‌پور الان هست تو داره با اینا کار میکنه، کار اقتصادی انجام میده، جایگاه دولتی نداره. آه. ولی از به اصطلاح ارتباطاتی که پیدا کرده و همچنین روشایی که بلد شده تو کار کلاهبرداری و ملک بازی و مسائل دیگه، عرض شود خدمتون که تونسته با اینا ارتباط بگیره و کارش ادامه میده. اما سجاد قاسمی رو من نمیخوام از این موضوعی که موضوع دوسه دیدار تبرئه‌اش بکنم، ما این حرفی که زدم این رو یه بار دیگه تاکید بکنم که سجاد قاسمی به عنوان رئیس حراست بنیاد شهید قطعا از در آوردن بابا رضا به مدیریت عرصه‌ای که توسعه دیدار دخل و تصرف داشته، عرصه‌ای حضورتون که حالا این دخل تصرف عرصه‌ای خدمتون که میتونه به شکلهای مختلف باشه، یعنی آقای قاسمی چون نیروی وزارتی بوده دیگه هست، عرصه‌ای که ایشون متاسفانه با توجه که بچه شهیدم هست بهش اعتماد میشه، میادنش توی عرصه حراست بنیاد شهید که باید از هم لباسای خودش هم کیشای خودش از این اموال رو برای اونها در واقع حفاظت و حراست بکنه، متاسفانه میاد با یه تیمی چفت میشن و این تیم با آوردن آقای بابارضا این اتفاقات که رقم میخوره اتفاق میفته و انشالله امیدواریم که به اصطلاح دوستان بالا امنیتی اطلاعاتی و دستگاهی که حالا بالا سرشون هستن تذکرات بهشون بدن، ایشون رو یا اصلاحش کنن تو مسیر استفاده کنن یا این که برش دارن از جایگاهی که وجود داره. من در خصوص سجاد قاسمی سجاد قاسمی من هر جا روی این پرونده توسعه دیدار ایرانیان و بانک دی چه دوره قبل مدیریت شهیدی به اصطلاح که نماینده آقا بود در معرفی، آقای خامنه‌ای بود در معرفی آقای رئیس جمهور به این سمت، چه در دوره فعلی، این سجاد قاسمی بوده اینجا به عنوان من نمیدونم آیا به عنوان مأمور وزارت اطلاعات یا اینکه به هر حال همونطور که شما فرمودین اطلاعاتی بوده و علت چمین است که آقای پالیزدار پدر در واقع پدرش که شهید شد ناپدریش یکی از آدمای چه میدونم دوم کلوفت وزارت اطلاعات و از طریق او سجاد قاسمی در واقع وارد حراست بنیاد شهید شده، شد رئیس دفتر مرکزی حراست بنیاد شهید و بعد خودش اون وقت، من فقط یه نکته رو در جزئیات عرض کنم که خود همین سجاد قاسمی بود که بابا رضا رو در واقع که برکنار کردن دو هفته پیش از مدیر عاملی توسعه دیدار ایرانیان در جریان افشاگری‌هایی که با خودتون داشتم آقای پالیزدار در این زمینه، خود این سجاد هاشمی، سجاد چی بود؟ سجاد قاسمی، خود این آدم به اصطلاح مدارک جمع میکنه علیه بابا رضا، البته درست مدارک جمع میکنه و کمک میکنه به اینکه بابا رضا رو از اونجا بردارن. کیو میذارن جاش و کیا الان؟ ببینین اینا مهمه، اینا رو در طول برنامه صحبت میکنیم. جای بابا رضا سرپرست کیه و توی بویژه توی بانک دی که یه دوران بابا رضا اصلا از اونجا میگیرن بابا رضا رو، یعنی یک بار بابا رضا رو حدود شما بهتر میدونین سال 98 بود فکر میکنم، بابا رضا رو سال 98 یه بار میگیرن که در برنامه قبلی گفتیم اون موقع وقتی که بعد از یه هفته موندن در مثلا بازداشتگاه آزادش میکنن برمیگرده سر پستش،
کیو میزنن سر جاش؟ هر کیو میزنن سر جاش؟ آیا ادامه داده این کارو؟ و سجاد قاسمی در جانشینی بابا رضا چه نقشی داشته؟ اینا رو من نمیدونم که آیا جزئیات رو شما میدونین، میتونین کمک کنین یا اینکه بفرمایید. بله من یه مقداری لازمه که باز دوباره اصلاحی انجام بدم. بفرمایید. اتفاقی که در واقع افتاد و آقای سجاد قاسمی هم به آقای سفرخانلو که کارشناس موضوعی اطلاعات رو پرونده بانک دی بود، در خصوص آقای شفیع‌زاده اقداماتشون شروع کردن و به خوبی هم پرونده شفیع‌زاده بسته شد، ولی متاسفانه با رفتن شفیع‌زاده و آوردن به تعبیری فردی به نام بابا رضا، دیگه بابا رضا با اینا هماهنگ شد و این اتفاقات رقم خورد. یعنی معلوم شد که برداشتن اون آقا هم احتمالاً اون آقا بهشون مثلا باج نمیداده، اون آقا مثلا بهشون چه میدونم سرویس خوبی نمیداده، یا به هر دلیل دیگه‌ای برداشتن. شفیع‌زاده ریاست بانک از مدیر عاملی بانک دی میفرمایید؟ بله که قبل از سال 98 که بابا رضا رو میذارن. و بفرمایید، خواهش میکنم. بله، بعد بابا رضا در واقع توی اون رفت و اوت کردن شفیع‌زاده، بابا رضا وارد توسعه دیدار میشه که زیر مجموعه بانک دی هستش و به اون نفری که جایگزینه آقای شفیع‌زاده میشه، یه فردی به نام عاطفی فر بودی که عضو هیئت مدیره بوده، به عنوان سرپرست منصوب میشه. اون رو متقاعد میکنن که آقای بابا رضا رو در این سمت منصوب بکنه. عرض شد خدمتون که الان هم توی مقطع زمانی هم که شما اشاره فرمودید که ایشون رو بازداشت کردن، هیچ کسی نداشتن. دو هفته ایشون بازداشت بود، دوباره خودش برگشت سر جاش. هیچ کسی، چون حافظم بازداشت شد دیگه، اونم که قائم مقامش بود اونم بازداشت شد. هر دوی اینا، یعنی یه شرکت بیدر پیکری بود که هیچ کس بالا سرش نبود تو اون دو هفته. بعد دو هفته هم دوباره اینا برگشتن با قدرت که آقا ما رفتیم، هیچ کس ما چیزی نتونست پیدا کنه، مخصوصا بعد از 9 ماه که گذشت و حکم هم صادر شد که اینا در واقع یه جوری تبرئه دونستن خودشون از موضوع، دیگه با این قدرت بالاتری شروع کردن به فسادشون، ادامه دادن به فسادشون. حافظ کیانی میفرمایید؟ حافظ کیانی مدیره عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل توسعه دیدار. بله، عرض شد حضورتون که این شرایطی بود که در وضعیت مدیریتی این شرکت بود. الان در حال حاضر به اصطلاح مدیر عامل منصوب نشده، دارن هیئت مدیره شو عرض میکنن و به اصطلاح به شکلی که حتی روز آخره حضور آقای حافظ که بعد از آقای بابا رضا برداشتنش، چند روز بعد از آقای بابا رضا برداشتنش، اینها اقدام کردن به اصلاح صورت جلسه، چون دیدن که حرفای پالیزاد به ثمر نشست. برادران وزارت اطلاعات، مسئولین امنیتی کشور توجه محبت آمیزی کردن به حرفای بنده و برخورد لازم رو به فشار آوردن و این اتفاق در بانک دی صورت گرفت، عزل شدن آقایون. ولی اینا دیدن که با رفتن اینها پرونده ها میاد شخ میخوره، بلافاصله اومد آقا حافظ کیانی اومد شروع کرد جلسات گذاشت با دوستان و تو اون جلسات برای عرصبت خدمتون اصلاح گذشته شون اومدن یه سری صورت جلسات جدیدی رو جایگزین صورت جلسات قدیم کردن. من حالا به عنوان نمونه حالا عرض میکنم که اینجا اسم فردی میاد که امروز اشاره میخواه ازش پرده برداری کنیم، علی محمد پور، اون کسی که ملک بوکان رو ما بهش اشاره کردیم که در واقع وارد این عملیات اقتصادی کرده بود. عرصبت اون مربوط به آقای علی محمد پور رو در واقع یه ملک بوکان رو در سال 96 اینها اومده بودن مباینامه ای نوشته بودن بر اساس متری 134 میلیون، من متری 34 میلیون تومان یا 134 الان ذهنم خارج شد، و در اومدن به تاریخ همون چیز ولی به مبلغ این تاریخ، یعنی مبلغ 186 میلیون تومان این تاریخ اومدن متری قراردادشون رو اصلاح کردن، ولی تاریخ هم همون تاریخ باشه، نمیتونن که بگن معادلاتشون به هم میخوره، تاریخ باز همون تاریخ باشه. هر شبه اومدن یه همچین برنامه‌ای برای ملک آقای محمدپور ایجاد کردن که بتونن این وسط یه عدد رقم سنگینی که حالا من به ایشون بپردازیم، با عدد رقم و مسائل دیگه مفصل صحبت می‌کنیم. می‌خواستم بگم که فقط با زمان برداشتن این آقایون این اتفاقات افتاد که برای
پاکسازی تخلفاتشون خواهم من خواهشم باز از دستگاه امنیتی که روی برنامه ما توجه دارن اظهار لطف کنن به این موضوع بپردازن، دقت کنن که این دستخوردگی های قراردادها رو دقت کنن، این قرارداد ساختگی است و عدد رقم رو بدن کارشناس چک کنه در اون تاریخ به چه قیمتی کارشناسی شد. اینو با همین پدر سوخته بازی و حقوق بازی اینجوری صاحب چند هزار میلیارد تومان اموال خانواده های شهدا و جانبازا شدن و الان با خودشون هزار ادعا دارن، هزاران در واقع افراد مهم کشور متاسفانه از اونجایی که در یک استضعاف فکری و مالی شاید هم به سر میبرن اینها میان آویزون این آقایون میشن و اینا ازشون بهره برداری میکنن و میخوام بگم که اینا به این مدل دستگاه امنیتی این حواسش دقت کنه، کارشناس رسمی دادگستری بذاره، این تاریخ بر اساس تاریخ معامله قیمت‌ها رو بر اون اساس بررسی کنن. خیلی از این موارد وجود داره که اینا به صدا درش تخلیه تصرف‌های غیرقانونی و غیر اصولی شد. آقای پالیزدار یه سوال اول ازتون بکنم بعد برگردیم به این موضوع. از اینایی که شمردین، یعنی اینایی که اسمشون رو گفتین، کدوماشون همین الان دارن کار میکنن؟ هم از سجاد قاسمی، هم از نمیدونم و همشون کدوما هستن که دارن الان سر کارن؟ یعنی نه برکنار شدن، نه زندان رفتن، نه نمیدونم کس دنبالشونه، دارن همون کار میکنن، ادامه میدن. کیان الان از اون تیم؟ سجاد قاسمی دیگه بنیاد شهید نیست، برگشته وزارت اطلاعات، الان نمیدونم دقیقا، نپرسیدم کجا مشغول به کاره. اما از بین این مجموعه که ما صحبت کردیم تو این حوزه فساد دارن در مسئولیت هستن، آقای برات کریمیه که الان در اون مقطع به عنوان مدیر عامل بانک دی بوده که اومده پیوسته به این جریان فساد، و الان هم که آقای قیتاسی شدن مدیر عامل بانک دی، ایشون هنوز بر نداشتن، عضو هیئت مدیره بانک دی هستن. لذا این هم همونجور که تذکری که حاصل داریم، بس بدونن که این آدمایی که سوابقشون در گذشته ها چه دو بانک ملی چه در بانک دی و توسعه دیدار این اتفاقات رو رقم زدن برای کشور و بیت المال، خب الان نبایستی تو سیستم باقی بمونه. اینا ایشون هم جز کسی ببینید. من این سوال دقیقا از همین نظر خدمتون عرض کردم. ببینید مثلا انتظار دارین، همچنان انتظار داشته باشیم از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی که برن پیگیری بکنن؟ هرچی نیروی اطلاعاتی و امنیتی توی این فساد هست داره یا داخل سیستم داره کارشو میکنه یا اینکه برگشته وزارت اطلاعات داره کارشو میکنه. الان آقای مهدی سفرخانلو کجاست؟ همین سجاد قاسمی که صحبت کردیم، شما آقای پالیزدار خوب برگشته وزارت اطلاعات داره کارشو میکنه. و بعد آقای من در ادامهش اجازه بدین یه نکته دیگه رو عرض کنم. ببینین محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی در دهه 80 که سال 90 از ایران رفت کانادا مقیم شد با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی، یه نامه نوشته به آقای دشتی که این متن این نامه رو داریم ما با دستخط ایشون تو ارسالن برامون دیگه. به رئیس آقای دشتی، رئیس اداره کل حوزه مدیریت بانک ملی، نوشته سلام مخصوص مرا به آقای قیتاسی برسون. قیتاسی رو الان گذاشتن مدیر عامل بانک دی. چه سنمی داشته با آقای خاوری این آقای قیتاسی؟ این نکته هاست که آدم وقتی که بهش برمیخوره میگه این اگر بشه اسمش رو گذاشت مافیای پشت پرده حمایت از فساد در شرکت توسعه دیدار ایرانیان در قوه قضاییه و نهادهای نظارتی، در واقع همینا لااقل کارچاخ کنه همین مافیایی هستن که خدمتتون عرض کردم. نمیدونم من چقدر اشتباه میکنم. به هر حال حالا من میخوام درباره همین، اجازه بفرمایید اون سوال اول رو تموم بکنیم، اون ماجرای هادی رضوی رو، بعد بپردازیم به این محمدپور. عرض کردم که چجوری هادی رضوی، برای مثال همین، مثلا این نمونه است دیگه، دادگاه‌های ویژه اقتصادی ترتیب دادن، بانک سرمایه آقای هادی رضوی شد 20 سال محکوم به زندان تعزیری. خب چیکار میکنه اینجا؟ و بعدم اصلا من شنیدم به اسم دادستان رضوی اینجا و اونجا میره. آخه چقدر شهر هرته که این زندانی
اسمشو میذاره دادستان رضوی، اینجوری باهاش برخورد. کی هستن؟ چی؟ یعنی چی؟ من نمیدونم از کجاش بگم. آقای پالیزار شما خیلی بهتر میدونین، بفرمایید. خواهش میکنم درباره همین رضوی. بله، من در خصوص کل پرونده بخوام یه اشاره اول بکنم، بعد هادی رضوی رو عرض کنم که این بچهای دوستان وزارت اطلاعات روی این موضوعات توسعه دیدار، حالا یک کسی مثل آقای سفرخانلو اومده و اون اتفاقات افتاده، ولی بعدش که ایشون رو مالا خارج کردن از سیستمشون و الان رفتن تو وزارت کشور، رو همین اشاره هم که کردی، کسای دیگه اومدن رو پرونده و افراد دیگه که اومدن رو این پرونده کار کردن توسط آدمای این مفسدین و فاسدها مورد حمله قرار گرفتن و توی یه جایی با تعداد زیادی ریختن و 40 خورده ضربه چاقو و قمه زدن به همون کارشناس وزارت اطلاعات. یعنی اینجوری نیستش که بخوام، من خواهش میکنم که همه رو توی سیستم با یه چوب نرونیم، یا شاید یکی مثل اونجوری باشه، یکی هم این. من اسمشون رو نمیتونم بیارم که چه مثلا معرفی بشن توی سیستم، ولی در هر صورت آدمای خوبم تو سیستم هست که الان دارن رو همین پرونده کار میکنن و خیلی این آقای نفوذ کردن که اون پرونده رو تو اونجا بخوابونن، ولی به زرز قاطع خود آقای خطیب دستش هم درد نکنه وزیر اطلاعات، 0% پدر اینا رو باید در بیاریم به هیچ وجه. من البوجو من عقب نشینم معاوضم نمیکنم، حتی اگر پالیزار طریق صدا آمریکا رفت اینا رو گفته، باید این موضوع تا انتهاش رسیدگی بشه و خیلی قشنگ داره موضوع رو جمع میکنه. من اینو اول عرض کنم، بعد راجع به آقای هادی. هادی رضایی همونجوری که اشاره کردین و متاسفانه الان بیا تو همون هتل آقای سعید خطیب‌پور رو نمیدونم اینو اینو اون عباس آخوندی میاد، این به عنوان دادستان میاد و میان اونجا خلاصه برای اینکه مثلا حالا چه میدونم میخوان خودشون نشناسن که کی اینجوری خودشون معرفی میکنه و یا انگیزه کلاهبرداری داره خودشون اینجوری معرفی میکنه، ولی این مدل رفتار اینها آقایونه متاسفانه. و جاهای دیگه که بیرون میرن به همین شکل، همین چند روز گذشته یه جلسه تو شمال داشتن با سه تا بی ام وی مثل سری 7 سوار شدن رفتن اون طرفی، اون بی ام وی که ما عکسش رو دادیم شما پخش کردید مشکیه، این دفعه اون بی ام وی رو عوض کردن با بی ام وی سفید رفتن. عرض شود حضورتون که میخوام بگم که مثلا این که چرا هادی رضوی علارغم داشتن 20 سال زندان الان بیرونه و کسایی مثل هم باز اون باز برمیگردم اسم اون فردی که اون دفعه هم گفتم پرویز کاظمی، باز دوباره مجدد اشاره میکنه این بنده خدا واقعا حقش این نبود که الان زندان باشه، ولی الان با عمل قلب باز، دو بار عمل قلب باز الان تو زندان خوابیده و پزشک قانونی هم علارغم میگه تحمل کیفر حبس نداری، ولی به من اجازه نمیدن برات بزنم و متاسفانه اون اون تو نگر میدارن. این آقا 30 ساله میاد بیرون، باز دوباره فساد اخلاقی، فساد مالی، هزار کوفته زهرمار. این تعارض، من حرف شما رو قبول دارم و متأسفانه باید اصلاح بشه، این درست نیست. در سیستم قضایی و سیستم حفاظت اطلاعات قوه قضاییه باید ببینه اینا کی هن که همون قاضی میاد حکم میده به این آقا اینجوری میشه آیندهش، به اون آقا همون قاضی و همون آقا این توی پاسپورتش باید ببینه کیه، نمیدونم قاضیش کیه، بعد ببینن چیه هست که به این شکل رسیده. ببین آقای بالیزدار، این بدهکار کلان بانکی، سیستم بانکی تقریبا همه‌شون به چند تا بانک بدهکارن وقتی آدم فهرست‌ها رو نگاه می‌کنه، و بانک‌ها قطعا خودشون خبر دارن از این موضوع، با هم معامله می‌کنن، تسویه حساب می‌کنه این بانک بدهی‌های اون بانک و اینا. چقدر این قضیه رو توی پرونده‌های بانکی تونستین دنبال بکنید؟ ما حالا همینجوری که اشاره فرمودید، اول نمونه مثال بزنم در اون که در چند خودشون میدونن که طرف در چندین بانک گرفتاره، مثل اون جمال الدین و افراد دیگه که ابن اشاره کردن تو گزارششون اومده آقا در فلان پرونده بانک این همه بدهی معوق دارن، باز دوباره بهشون میدن. اما من میخوام اشاره کنم به فردی که گفتم پرده برداری میخوام ازش بکنیم، آقای علی محمدپور. البته در ابتدا حرکتش خودش شروع میکنه، بعد اخویش سعید محمدپور هم وارد عرصه میکنه. هر سبت خدمتون که من لازم میدونم قبل از این که وارد موضوعی که شما اشاره بهش فرمودی تو سوال من به اون بپردازم، اصلا این علی محمدپور رو من معرفیش بکنم به مخاطبی دوستان کسایی که آقای محمدپور ابتدای امر کارمند حراست مخابرات اصفهان بوده، نفکر کنید خیلی سال پیش، 7-8 سال پیش کارمند حراست مخابرات اصفهان. این آقا
در همون مقطع بازداشت میشه، اخراج میشه، شروع میکنه به اصطلاح زد و بند و تبدیل میشه به این آدمی که الان من میخوام به شما اشاره کنم، معرفی بکنم. ایشون الان صاحب معدن سنگ آهن رباته، ایشون الان تاجر بزرگ سنگ آهن کشوره. در راه غلط البته، تاجر درست نیست، توهین به تجارت نکنیم. ما منظور من از این میگم الان با زد و بند و با تخلف به عنوان یکی از مطرح ترین تاجرهای حوزه سنگ آهن شناخته میشه. همسرش هم فرستاده تو دبی و اونجا پولا از طریق همسرش مروارید خانم به اصطلاح پولا میاد تو حساب ایشون و هر کاری که میخوان انجام بدن از طریق ایشون انجام میشه. نظر مالی هر سبد حضور که مدیر عاملی رو گذاشته تو معادنش که به نام خودش نباشه، که بتونه کسی خطشو مثلا نخونه نزنه. خانم سمیه جورقانی هر سبد حضورتون که تو جیرفت هم باز همینطور معدنی داره. ایشون این معدناش رو به اصطلاح یکی از معادنش اصلا تموم شده، یعنی ذخیرش تموم شده است، اما چرا دست ازش بر نمی داره؟ چون اومده یه فردی رو با هر شکلی شده با زد و بند آورده گذاشته مدیر عامل معدن چادر ملو به نام آقای ناصر تقی‌زاده. این آقا قبلا مدیر عامل ارشد حضورتون که گلگوهر بوده، الان اومده مدیر عامل چادر ملو شده. هر سبت خدمتون که آقای تقی‌زاده با ایشون یه قرار بعد از این که اون هر سبت خدمتون که خوش خدمتی رو ایشون براش کرده، خواسته ایشون ازش چی بوده؟ گفته آقا من در واقع سنگ آهنای گرید نمیدونم چندم رو میارم به عنوان سنگ آهن مناسب درجه یک، شما از ما قبول کن و اینجا چیز کن. بعد میگه که آقا مثلا شما اونجا معدنت که تموم شده، میگه باشه تموم شده، شما به همه معادن اعلام میکنم سنگ آهنشون رو به من بفروشن، مثلا 250 هزار تومان به من بفروشن، من به شما میدم مثلا 2.5 میلیون تومان، 2 میلیون تومان مثلا، حالا عدد دقیقش نیست. عرشبت به این شکل به اصطلاح در واقع تخلف در اونجا هنوز در حال اتفاق افتادنه. سیستم‌های امنیتی حواسشون رو جمع کنن، برن ببینن، بدن آزمایشگاه معتبر سنگ و آهنایی که این آقای محمد پور داره میده به آقای تقی‌زاده در چه وضعیتیه. بعد عقبه‌شو برگردید چه قرارداد از چند کی تالاش در واقع محقق شده و شکل گرفته، بعد ببینید چند میلیارد از این بودجه مملکت دارن میخورن. عرشبت خدمتون که این آقای محمدپور، حالا این آقای محمدپور من چون موضوع میرم بگم مستقیم خودش این در واقع سنگ و آهن رو به امیدوارم قطع نشه دیگه. تا اینجا خوب اومدیم گوش شیطون کر با آقای پالیزدار. ببینید من درباره آقای محمد پور که داشتن توضیح میدادن که حالا برگردن این سوال ازشون میکنم که سوال که چه عرض کنم، واقعا به هر حال یه معذوراتی هم هست که همون باید بفهمیم که آقای پالیزدار نمیتونن به همه سوالا جواب بدن یا اینجوری جواب بدن. ولی به هر حال ببینین علی محمدپور کارمند ریاست مخابرات اصفهان بوده، بعد میشه معدن سنگ آهن ربات رو میخره، من نمیدونم از کجا اصلا میشه صاحب معدن ربات. ربات که عرض میکنم ببینیم یزد مرکز ایران، شمال شرقی یزد فکر میکنم 170-180 کیلومتر فاصله داره تا معدن سنگ آهن چادر ملو، یک مجموعه عظیمی است و بزرگترین تولید کننده کنسانتره سنگ آهن ایران چادر ملو، شمال شرقی است. بالای اون با فاصله مقدار رباته،
اونجا معدن مرکز معادن ایران در واقع دیگه، مهمتریناش بعضیش میره به طرف کرمانشاه و کردستان و اینا، لااقل سنگ آهن اونجا. خب این آقای علی محمد پوری که کارمند حراست مخابرات اصفهان بود چجوری میاد؟ سنی هم نداره این، همین آدمی که عرض میکنم بین 40 و 50 است، چجوری میاد میره سنگ آهن ربات و معدنش رو صاحب میشه و بعد اینقدر قدرت داره این آدم که میتونه سنگ آهن بزرگترین تولید کننده کنسرت سنگ آهن ایران یعنی معدن چادر ملو رو مدیر عاملش رو با زد و بند از رفقای خودش بذاره، که بعد داشتن صحبت کردن آقای پالیزدار که میان سنگ آهن قیمت پایین رو با قیمت 7-8 برابر 10 برابر میفروشن به معدن چادر ملو. داستانش این است که ببینید از چه طریقی این کارو میکنه. یکی از طرقش به قول علما شرکت اوپال پارسیانه که مدیر عاملش محمد مسعود سمیعی نژاده. این سمیعی نژاد که معاون سابق وزارت صنعت معدن و تجارت، سمیعی نژاد یعنی ببینید دست همه تو کاره، تو غارت این مملکت همه جاش. سمیعی نژاد و محمد پور در همکاری با مهدی سفرخانلو که عرض کردم در مأمور موضوعی وزارت اطلاعات در توسعه دیدار ایرانیان بانک دی متعلق به بنیاد شهید بود و خودش منتها هماهنگ کننده تمام این دزدی ها، در همکاری با سفرخانلو مدیر عامل چادر ملو و صاحب سنگ معدن ربات تونستن این دزدی دامنه‌دار رو انجام بدن. یک صرافی داشتن دارن در میدان مادر میرداماد که این صرافی رو یه آدمی به اسم زرین قلم اداره میکنه. پولاشون تو اون صرافی جابجا میشده، جابجا میشه. این صحبت که عرض کردم به آقای پالیزدار که آقا جون ما شوخی نکنیم، خلاصه این امنیتی یا اطلاعاتی وقتی اینجا اطلاعات اینا هست، اینا 10% خیلی باشه از اطلاعاتی است که 1% واقعا از اطلاعات که وزارت اطلاعات داره و همین آقای خطیب و بقیه، واقعا فقط دعواشون سر اینجور قضایا هست با اطلاعات سپاه یعنی خطیب و طائب که نمیتونن اینا رو جارو کنن، یا خود اطلاعات سپاه و اطلاعات یه جورایی دستشون تو کاره و دارن در واقع به همدیگه باج میدن اینجوری سریع صفرن. خودتون جوابشو میدونین. ببینین این صرافی که عرض میکنم پولاشون همه از اونجا جابجا میشده لااقل تا این لحظه که بنده دارم عرض میکنم خدمتتون که آقای زرین قلم اداره میکنه این صرافی رو. ببینید این صرافی جمع میشه، من نمیدونم دوباره باز شده یا نه، جمع میشه. چرا جمع میشه؟ اطلاعات سپاه میخواد بره سراغش، این اطلاعات که دارم عرض میکنم اطلاعات سپاه داره، میخواد بره سراغ صرافی که در واقع ته این بدبستونهای مالی که چرخش مالی که از طریق این صرافی انجام میشه بین چادر ملو و ربات یقه گیری بکنن و این آدم ها رو بندازن مثلا توی تله. به محض اینکه اطلاعات سپاه میخواد بره سراغشون، سفرخانلوی اطلاعاتی میفهمه اینو که ماجرا اینه، خبر میده، صرافی رو کامل جمع میکنن اون موقع خودشون قبل از اینکه اطلاعات سپاه بتونه بره سراغش. بعد کی با اینا باز همکاری میکنه؟ عرض میکنم این تیم وزارت اطلاعات، یکشون سفرخانلو، یکشون مجید آینه که تو برنامه های گذشته عکسش هم میبینین، که تو برنامه های گذشته هم معرفیش کردیم توی همین مجموعه دیدار ایرانیان و بانک دی در این مراحل با اینا همکاری میکنه که من بقیهشو نمیگم. آقای پالیزدار اگر هستن روی خط ما میتونیم باشون صحبت بکنیم. آقای پالیزدار درود بر شما مجددا.
خب آقای پالیزدار، درباره چادر ملو و ربات من یه توضیحاتی عرض کردم خدمت بینندگان. من نمیدونم چرا این گوشی و میکروفون من امروز اینجوریه، مثل اینکه روغن زدن به ببخشید به کت و گل و گوش من. ببینین من میخوام یه نکته رو تموم بکنم اگه اجازه بفرمایید آقای پالیزدار، بعد در سکوت مطلق. ببینید شما از افرادی نام بردید، آقای علی محمدپور، بعد سفرخانلو، این توضیح ها رو من دادم و بعد آقای سمیعی نژاد من گفتم که از طریق این زدوبند های مالی شما از طریق اوپال پارسیان انجام میشه، هر جا اشتباهی شما بفرمایید، یا اینکه و بعد از همه مهمتر ببینید چه کسایی با اینا همکاری میکنه در پیوند با مخصوصا صرافی میرداماد که عرض کردم. آقای زرین قلم، آقای زرین قلم اونو اداره میکنه. ببینید پلیس امنیت اقتصادی، سرتیپ پاسدار محمد رضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا، سرهنگ پاسدار مهدی افشاری که شده سرپرست بنیاد سرپرست پلیس امنیت اقتصادی البرز الان و افسر پرونده دیدار ایرانیان بوده، این یعنی پرونده اصلا دسته این بوده، هر دو دقیقا در جریان بودن و همچنان در حال خدمتن و ترفیع گرفتن و اینا. بعد تقی‌زاده که اشاره فرمودین شما که بهش میگن مهندس تقی‌زاده، با مدرک کارشناسی مکانیک شده مدیر عامل چادر ملو تو همین زد و بندا. یعنی ما اصلا من سکوت میکنم، بعدن میپردازیم به نکات دیگه. آیه پالیزدار عزیز بگوشیم در پیوند با پرونده. من داشتم عرض میکردم بحث پیوند آقای محمدپور با توسعه دیدار ایرانیان رو داشتم بهش اشاره میکردم. اینا توی همون مقطع آقای محمدپور دو تا ملک کلنگی تو ظفر داره ارائه میده به توسعه دیدار و همچنین یه برج در حال ساختی رو تو بوکان که داشتم ابتدای عرض گفتم بعد تو مورد که رسیدیم عرض میکنم، اینه. اینا رو میاد ارائه میده به توسعه دیدار. چرا به توسعه دیدار ارائه میدی؟ تو اگه اصلا به توسعه، اگه به بانک دی اصلا بدهکاری، تو بانک ملی بدهکاری، برای چی اومدی تو اینجا؟ برای اینکه راه زد و بند یاد گرفتی، برای اینکه راه زد و بند رو پیداش کردی، دیدی حافظ اونجاست، بله حافظ اونجاست، میتونه برامون کارسازی بکنه، ملک های منو چند برابر قیمت برداره. به این دلیل تو به جای اینکه ملک تو ببری بیرون بفروشی، ملک تو ببری اصلا تحویل بانک ملی بدی به عنوان بدهی، اونا خودش شرکت سرمایه‌گذاری داره بانک ملی هم دیگه، به تحویل خودت، چون کانکت نداری تو اونجا، کانکتات خیلی قوی نیستن، مثلا شاید چه می‌دونم کمی بالا بزنن یا اصلا نزنن، اونجا نرفتی، اومدی به توسعه دیدار گفتی آقا این ملک من، این ملک منو ببینید بالاتر بزنید، بعد پول بانک ملی منو برید تسویه حساب کنید. اینجوری میشه که آقای محمدپور وارد توسعه دیدار میشه. عرض شود حضورتون که تقریبا یه چیزی در حدود 2.5 برابر قیمتش رو بالا زدن. من مثل دوستان کارشناس که رو موضوع کارشناسی کردن الان تو یاد داشتم دارم نگاه میکنم، گفتن که بالغ بر 2.5 برابر قیمت گذاری شده این ملک ظفر. اما میایم تو برج در حال ساخت تو بوکان. حالا این چی هستن؟ این برج در حال ساخت اون موقع میاد خیابون بوکان 11ش میشه 90، بله خیابون بوکان دقیقش مثلا میشه نیاوران، خیابون شهید صادقی قومی، خیابون شهید لطف الله بوکان، پلاک 29 که معروف به ملک بوکانه تو توسعه دیدار بهش میگن ملک بوکان. این ملک بوکان در تاریخ 11/6/96 که پلاک صفیش هم هست 28.93/116 به شماره قرارداد 96609 قراردادی تنظیم میشه که این قرارداد 6000 متر بیان میشه که ملک در این برج بوکان در حال ساخته. عرض شود حضورتون که اینجا اون ملک بوکان هنوز نه پایان کاری داره نه
عرشبت خدمتون که رو اصول قواعد شهرداری کار تموم کرده که بخواد بهش پایین کار بده، اما تو اون قرارداد یه شکلی می نویسن که کار پایین کار دارد، قیمتش رو بر مبنای یک ملک پایین کار داشته گذاشته شده و این در صورتی که فقط یکی از تخلفاتی که من تو اون ملک وجود داره این استش که 600 متر از این ملک اضافه بنا داره از اون جواز ساختی که داره. حالا خیلی ایرادات دیگه هم تو ملک وجود داره که تو شهرداری بهش گیر داده، اما این یه دونه کافیه برای اینکه اصلا پایین کار بهش داده نشه و اینا اومدن بر مبنای 6000 متر همونجا به اصطلاح 600 متر الکی آوردن تو ساختمون و همون باعث شده که پایین کار داده نشه، در صورتی که ملک رو بر مبنای اینکه ملک پایین کار داشته شده قیمت گذاری کردن. حالا همین جوریش که بالاتر میزنن یه ملک بدون پایین کار که اصلا خیلی پایین تره، مثلا شاید این یه چیز بوده 1/10 قیمت اون چیزی که قرارداد نوشته شده با از قرارداد می نوشتن با 10 برابر قیمت، اون یکی 2.5 برابر، این یکی به 7-8-10 برابر قیمت گذاری شده و واگذار شده به توسعه دیدار. و توی این واگذاری ها به اصطلاح املاکی در مقابل آقای محمدپور گرفته و اون املاک باز دوباره همین قصه ای که توسعه دیدار که قبلا عرض کرده بودیم دیگه، یعنی با موقع فروش حداقل 2.5-3 برابر قیمت به توسعه دیدار میفروشن، مثل این که 7-8-10 برابر قیمت. حالا یه مثل اون ملک عقاقی ها که اصلا مفت مسلم دادن به آقای شیخ الاسلام. عرض شد حضورتون که البته این همینجا من یه چیز رو بگم، من امروز یه خبری رو به من دادن که ظاهراً آقا حافظ و آقای بابارضا و دوستان دیگه که الان اصل مطلب هستن آقای شیخ الاسلام رو برای تابلو آوردن. خیلی از این املاک خودش به تنهایی نیست، بیشتر خوردن ها و بردن ها رو خود همونا انجام داده. اینو دارم یه بار تذکر میدم، یه تلنگر میگم به دوستان امنیتی حواسشون رو حافظ بیشتر جمع کنن، شیخو بیارن جلو، شیخ بکشینش بازداشتش کنین، این اعترافات رو قبول میکنه و میگه و رد مسائل رو به شما خواهد داد. عرض شد خدمتون که ببین آقای پالیزدار معذرت میخوام، ببینین این در پیوند با پرونده‌ای که داشتین شما میگفتین اینها جلساتشون اینجور آدم ها، یعنی اینکه خود آقای اینقدر اسم جلوی منه و صحبت هایی که شما فرمودین من میخوام برسم، من یه نکته ای رو تمومش کنید بفرمایید، این موضوع رو بگم که تموم شه بعد اگه باید. آره خواهش میکنم. اقدامی که توسعه دیدار برای این که به این آقا بگن که به آقای محمدپور بگن که آقای محمدپور شما اینجا مثلا ملکی که به ما فروختی پایین کارشو بیار بده، 6 بار من حالا نمیدونم برای شما فرستادم اون اختیار آقای بابا رضا رو آقای شرکت توسعه دیدار رو به این آقای محمدپور، یه دونه اختیار دومشو بکنم برای شما فرستادم، آقا مثلا حال آقا تو رو خود بیار بده، مثلا لطف کن بیار بده، آقا یعنی چی تو ملکی به مفت به اصطلاح چند برابر قیمت برداشتی بعد اون وقت حاضر نیستی درست پیگیری کنی، یا چند سال از موضوع میگذره یه اختیار میدی نازش میکنی؟ اختیار شما نگاه اگه من داده باشم پخش بفرمایید، اختیاری که آقای بابا رضا با امضای خودش فرستاده واسه این آقای محمدپور نگاه میکنیم، این اصلا اختیار خیلی با لطافت که الان هم شهیدم همون اختیار هم تو برمنده از جمله اقداماتی که انجام دادم اختیار هم تازه برداشته، یعنی مثلا ما بعدن هم کسی فهمید به واسه این کسی دقت عمل نکنه رو موضوع، بعدش هم کسی فهمید مثلا بگن که ما متوجه نشدیم مثلا نهایتا بل. اینجوری خودشون یعنی همهشون با هم دیگه با زد و بند حتی اختیار و اینا. بله ببینین آقای پالیزدار، جلساتی که همین آقای محمدپور علی محمدپور که میفرمایید برگزار میکرده و من نمیدونم میکنه هنوز حتما با یه سری از بچه های مداح و هیئتی و اینا و در ضمن با مثلا تو حسینیه پهلوانان چه خبره؟ اینجا این جلسات بعد از اینکه ما اسم هتل ویستریا رو آوردیم
مرکز جلسات رفته سمت کسای دیگری که به اصطلاح با علیرضا دبیر، در واقع علیرضا دبیر همکاره حسینی پهلوانانه دیگه. بله، جنوبرو پالادیوم بالای شهر کتاب یه دفتری رو تحت عنوان حسینی پهلوانان در زمانی که خودش هم شورای شهر بوده گرفته و هنوزم در اختیارش قرار داره و اونجا دفتر به اسم دفتر مثلا کشتی پهلوانی و نمیدونم مسائل اینچنینی یا نم بالاخره رئیس فدراسیون کشتی هم هست دیگه، به این عنوان گرفته، ولی اونجا تمام شده مرکز جلسات این فسادایی که داره صورت میگیره. حتی ماشین مگان آقای دبیر در اختیار آقایون عرصبت حضور مجید آهین رو نمیدونم کسایی که حالا به عنوان حلقه اتصال همه مراکز و آدم های مفسد در جمهوری اسلامی با هم میخوان جمع شن، بخریه کسی اون حلقه ارتباطی واسه بشه دیگه. مجید آهین حلقه ارتباطی همه مفسدین هستش و هم جمعشون کرده، همون اطلاعاتی سابق. ببینید آقای دبیر میدونه داره با این همکاری میکنه یا اینکه نمیدونه، من نمیتونم حالا به سراسیدش کنم، ولی مگه میشه اگه نمیدونه واقعا چه مدیریه چه رئیسه؟ انشالله گربه است آقای خالیزدار. دفعه آخه اینا کسایی هستن که وصلن و اونجا ملک نجومی خوردن، کسی بهشون نگفته حالت چطوره، بعدش خب معلومه که بالاخره اگه بیادن ما شکایت کنه اونو قطعا هواشو دارن دیگه. آقای خالیزدار، تو این ده دقیقه که فرصت داریم در پیوند با قوه قضاییه، یک نفر به ویژه در اینجا هست، آقای حسین بینا. بله. که وکیل الان و تمام در واقع زد و بندهای قوه قضاییه لااقل از طریق این انجام شده در پیوند با همین پرونده ها. بله. و همچنان پیش رفته. اینو توضیح بفرمایید. بله، آقای حسین بینا همطور که اشاره فرمودید یه وکیله، اما وکیلیه که عرصبت خدمتون که شده در ابتدای سال 96 یا حتی 90 سال 95 سال 95 ایشون به اصطلاح مستأجری بوده تو برج یاسر. میخوام اینجوری به شما عرض کنم، میخوام اندازه مالی این آقا رو بگم، و یه ماشینی داشته نمیدونم 100 میلیون تومان میارزیده، حدش این بود. الان نمیدونم ولووی چی من اسمش هم بلد نیستم که مثلا خیلی گرون قیمته، نمیدونم چندین ویلا، چندین خونه، هزاران میلیارد سرمایه. ارتباطش با کی بوده؟ ارتباطش با آدم های مفسدی که در دستگاه قضایی وجود دارن و خوشبختانه حفاظت قوه قضاییه را رصد کرده و زده. و مثل مرحوم آقای اسنا اشعری، مرحوم آقای اسنا اشعری که همین 4-5 کن بیشان مرحوم که میگم نبست بگیم مثل مرحوم کسی که مال اموال بهتون مال میخوره، انشالله دو همون دنیا هم بسوزوننش. عرصبت خدمتون که آقای اسنا اشعری کسی که حفاظت شناساییش کرد و زد و بعد متاسفانه شد وکیل. نمیدونم آقای میرزاجانی، رامین میرزاجانی مثلا الان وکیله. من نمیدونم اینا که فساد میکنن شناسایی میکنن، یعنی شما حد وکیل رو چی میبینید یا حد قاضی رو چی میبینید؟ چجوری میشه که یه قاضی که خودتون قبول کردید یارو رو بازداشت کردید واسه فسادش، بعد برای چی اجازه میدید وکیل بشه؟ مگه وکیل کارش کار به درد نخوری بی ارزشیه؟ بابا وکیل میخواد بیاد دفاع کنه از حق یه مظلوم در مقابل حالا یه ظالمی که بهش ظلم کرده اومده تو دستگاه قضایی. همین قاضی میرزاجانی رو میگین دیگه، میرزاجانی و اسنا اشعری، هر دوتاشون توسط حفاظت قوه قضاییه بازداشت شدن، برخورد شد باشون، دستگاه امنیتی کلی روشون ریختن، سرسدش بلند شد. یعنی حسین بینا هم قاضی بود؟ نه، حسین بینا آدمی بود با این قاضی های متخلف و مفسد ارتباط داشت. بله، از جمله این رامین میرزاجانی که رامین میرزاجانی رو هر دو تاشون از پروانه قضاوت رامین میرزاجانی رو میگیرن ازش. بله. بعد بله. بهش پروانه وکالت میدن، الان داره وکالت میکنه و آقای حسین بینا هم همینطور. بله، الان دو سلمان شهر دو ویلاش داره صفا میکنه آقای میرزاجانی و وکالت میکنه برای اینو.
وکالتش هم که اون تکلیفش با اون سابقه فسادش معلومه دیگه چه جوریه دیگه. آقای اسنا اشعری هم همینطور، اون حالی که چاپم بهش فوت کرد ولی اونم همینطور بود، اونم توی به اصطلاح قاضی ستاد اجرایی بود، قاضی در مقام‌های بسیار معتبری هم قضاوت می‌کرد ولی متاسفانه شناخته شد. آقای پالیزار عزیز، من این حسین بینا رو دنبال می‌کردم مثل همین اسنا اشعری، دیدم اینا همه‌شون یه جورایی با مجمع تشخیص مصلحت نظام کار کردن. این حسین بینا بله، ایشون سابقه کارش در اونجا بوده، بله، بعد روابط خاصی تو قوه قضاییه داشته، با شهرداری حتی کار کردن اینا دوره قالیباف، بله، و قبلش و همینطور قبلش دوره به ویژه دوره آقای کرباسچی و یعنی میخوام بگم تمام. بفرمایید. این آقای حسین بینا کسیه که به اصطلاح هر دوره در هر جا کار کرده دنبال راهکارهای فساد بوده، خیلی موفق نبوده تا سال 96 که به این تیم ملحق میشه به واسطه وکالتی که از فردی به نام علیرضا موحدی که یکی از این کسایی است که تو بدنه سیستم بانکی بیچارش کردن. این آقا وکیل اون آقای موحدی بوده، به این شکل ورود میکنه به بانک ها. خب به اصطلاح اونجا رفته با یه مفسد دیده خوشش اومده دیگه، میاد میشه علیه آقای موحدی، اصلا آقای موحدی رو میذاره کنار و برنامه های تهدیدی براش درست میکنه و هر شبت حضورتون که سر از آدمایی در میاره که کنار دست محکم. اصلا شما پرونده قضایی آقای بابا رضا و حافظ رو چی جمع کرد؟ پرونده شو همین آقای بینا اومد دنبالشون، رفت با اصلا شریف محفظ زده من قصه تبدیل شد به تبرئه و اومد قرار من تعقیب. این آقا پیگیر مسئلهش بود، کارشون اینه، یعنی این به این مدل وارد شد. اما حالا شما اصلا این آقای بینا رو، این آقای فلاتی، من همین که قبلا هم اشاره داشتم، من خواهش میکنم مسئولین وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی و نظارتی به این عرض بنده توجه کنن. این اسامی که بنده میارم اصلا به حرفای منم توجه نکنن، اصلا نرین دنبال این حرفای منم پیدا نکنن، فقط اینو بگید توجه کنید، بگید اموال این آقایون رو در قبل از 96 یه محاسبه بکنید ببینید چقدر بوده. حالا از آقای بینا گرفته، نمیدونم آقای آیین، مجید آیین گرفته، آقای حافظ غفاری گرفته، آقای عرصبت خدمتون که بابا رضا گرفته، که حالا بابا رضا رو آدرس خونش هم که عرض کرد بولار که شاورد به چه شکلی بوده، حالا الان تو زعفرانی 2000 متر باغ داره. آخه اینا از کجا اومده؟ چی شد تو این 4 سال؟ چه اتفاقی افتاد؟ چقدر درآمد داشتی؟ تو الان فقط آقای حافظ آقا، شما لکسوس شاسی بلند شما فقط پول لاستیک و بیمش الان معادل اون حقوقیه که اونجا میگرفتی. آقا این پول از کجا اومده؟ این که در آوردن، این که به این اموال آقای حافظ کیانی چرا رفته در یونان اقامت گرفته؟ برای چی رفته اونجا گرفته؟ حسین بینا آقای... بله آقای حسین بینا رفته در یونان اقامت گرفته، آقای حافظ کیانی هم در اسپانیا و ایتالیا و دو جا انقدر پول مفت بیت المال دستش اومده، هر جا میتونه میره پول خرج میکنه اقامت میگیره. هر سبت خدمتون که، و جالبه آقای حسین بینا انقدر نکته سنجه به آقای حافظ کیانی گفته که فکر میکنه من نمیتونستم اسپانیا بیام، ما برای این یونان انتخاب کردم که قرارداد استرداد مجرمین با ایران رو نداره، ما که میدونیم یه روزی بالاخره سراغ ما میاد، بعد یه جا بریم که نتونم پیدا میکنم. آقایون وزارت، تو رو خدا به خاطر این بیت المال، تو رو حضرت عباس، من به خدای جانبازم تو این جنگ 12 بار مجروح شدم تو دفاع مقدس، بابا تو رو خدا حرف منو من به خاطر این مملکت دارم داد میزنم، پرس میخورم، بابا به خدا هیچ موضوع دیگه نبام، با اینا مشکل شخصی دارم و نه هیچ چیز دیگه ای تو این وسط هست. من دوست دارم که مثلا بگم با این حرفا نظام رو تخریب بکنم، نه چی دارم. من فقط خواهش میکنم که با جلوی اینا رو بگیرید، اگه جلوی اینا رو بگیرید مردم اینو میفهمن که اگر یه فردی دلسوزی مثل پلیس داره حرف میزنه شما به حرفش توجه میکنید، خدا شاهده به خاطر گرفتن و به خاطر این
از گردن آقایون از توسعه دیدار چقدر شما علاقمند به خودتون پیدا کردین، چقدر من اضافه شد بهتون که علاقمند که به سلام اومدن آقا اینا بس معلوم متوجه بشن برخورد میکنن، معلومه که اینجوری نیستش به همین سادگی، کسی متوجه نشده بوده مثلا، حالا به هر شکل ممکن تو رو خدا من خواهش میکنم نذارید اینو فرار کنن پول بیت مالو ببرن. آقای پالیزدار گل، مهدی سفرخانلو که صحبتشو میکردیم سه شنبه پیش شد فرماندار گرمسار. خب این باید اجازه نهادهای نظارتی رو به قول آقایون وزارت اطلاعات باید اینو چیز میکرد دیگه، کلیر میکرد به قول آمریکایی دیگه، باید اینو پرونده یعنی سوء سابقه شو از وزارت اطلاعات میخوان دیگه که آقا جون ما اینو میخوان بکنیم فرماندار، دولت میخواد دیگه. خب پرمندش پاک، همین مهدی سفرخانلویی که هماهنگ کننده یعنی اطلاعاتی که هماهنگ کننده تمام دزدی های حیات خلوت همه دزدان کلان بانکی یعنی توسعه دیدار ایرانیان بوده است که 4 جلسه گلوتون پاره شد درباره اینا صحبت کرده، سه‌شنبه پیش شد فرماندار گرمسار. من حرفی ندارم، خلاصه مطلب جناب پالیزدار، و بسیار از شما سپاسگزارم در این برنامه ها دعوت ما رو صمیمانه و بزرگوارانه پذیرفتین، امیدوارم که در مواقع ضروری خیلی زود بیام سراغ شما باز و ما رو باز بپذیرید. امیدوارم همینطوری که تا الان سیستم های امنیتی و نظارتی به حضور من در برنامه شما معترض نشدن که هیچ من اخباری هم دریافت کردم که بسیار خوشحالند از اینکه من این مطالب رو گفتم و امیدوارم که به همین شکل به اصطلاح ادامه پیدا کنه بتونیم. بالاخره ما یه رسانه میخواییم برای گفتن این مسائل بلنگو میخواییم، اگر که ما فقط حرف بزنیم شعار بدیم که آقا ما دنبال سودزن میگردیم فقط حرفی باشه، ما به سودزنا پاداش میدیم که حرف بشه هیچ. الان من خیلی دستگاه رسانه‌ای کشور رو رفتم باشون صحبت کردم که بتونم از طریق اونجا هم بتونم حرفامو بزنم، ولی متاسفانه موافقت نمیکنن با اینکه ما حرفامون رو تو اونجا بزنیم، حالا هر دلیلی نمیخوام وارد به اصطلاح جزئیاتش بشم. بردلی این مطالب رو که اینجا بیان کردیم، امیدوار من این آقای محمدپور رو فقط این قسمت تذکر آخر رو عرض کنم که فقط در اون زمانمونم گذشته کوتاه خواهش من بفرمایید. باش من فقط بگم تو ملک بوکان حواستون باشه 900 میلیارد تومان به توسعه دیدار چپونده، فقط اینو حواستون، 900 میلیارد تومان به توسعه دیدار چپونده، اینو فقط واسه میگم. بسیار ازتون سپاسگزارم آقای پالیزدار، عباس پالیزدار. بریم پرده آخر. آقا سوار بر مرکبی بود، جوانم اجلکم الله خانم خانم آقایون زن و مرد عذرخواهی میکنم، سوار بر الاغ بود حضرت داشت میرفت، ابو هاشم سوار بر حیوانش از پشت میمد، یهو تو دلش گفت که کاسبی امسال نگشت و زن و بچه و عیال باروی قرض کردیم و خوردیم و مثلا 10 میلیون بده کاریم چکار کنیم، یعنی زمستون هم هست و دیگه در آمدم که نیست و نه. همینقدر که به دلش خطور داد، این حدیث هم صحیح هست، این هم ملت المعاجز، این هم عاشق عباس خمه متعلی آمال جلد 2 احوالت امام هادی، همینقدر که به ذهنش خطور کرد آقای امام هادی از رو الاغشون خم شد، چوبی که دستشون بود اساشون کشید رو خاکا، فهمود ابو هاشم اینا بردار برو قرضاتا بده. میگه تو دلم گفتم لا اله الا الله، امام هادی سلام الله علیه چوبا میکشه رو خاکا، میگه زرده برو قرضه بده. آقا رد شد، من از پشت میمدم رسیدم دم آخ، جای خط چوب امام هادی رو خاکا تلاس. شب و روزگار خوش.